بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کسانی که همزمان با ظهور حضرت قیام میکنه سید حسنی است که مشخصاتشو در روایات گفتن، با 12,000 لشکر. بعد که حضرت ظهور میکنند با سید حسنی روبرو میشه. سید حسنی میگه مهدی منم. آقا میفرمون مهدی تو نیستی، منم. میگه شما اگر مهدی هستید نشانه چیه؟ اون وقت یه مرغ مرده میفته جلوی حضرت مهدی، اشاره میکنن زنده میشه. یه چوب خشک را میدن دست حضرت، فرو میکنن تو زمین، بلافاصله بارور میشه و برگ میده، گل میده، میوه میده. معلوم شد که این انسان معجزه داره، از جانب خدا این قدرت بهش داده شده که با ارادش کار بکنه. خود روایتش رو عرض میکنم، جالب هست که بالاخره موجب میشد بر این که سید حسنی با لشکریانش اینها تسلیم حضرت مهدی میشن. روایت رو از مولای متقیان امیرالمومنین نقل کردن، فرمود و یلحقه هناک ابن عمه الحسنی فی اثنی عشر الف فارس. با حضرت مهدی برخورد میکنه سید حسنی با 12,000 لشکر. فیقول یبن عم انم انا احق با هازل جیش منج. حضرت به اون سید حسنی میفرمان من سزاوارترم که این لشکر در اختیار من باشد. انا ابن الحسن و انا المهدی، فرزند امام حسن عسکری منم، مهدی منم. فیقول المهدی بل انا المهدی. او میگه من مهدیم. حضرت میفرمود نه، تو مهدی نیستی، من مهدیم. فیقول الحسنی، سید حسنی عرض بکنه که هل لک آیه، نشانه هم در شما هست که معلوم بشید شما امام عصر هستید. فنبایعک، اگر یه معجزه نشون دادید ما با شما بیعت میکنیم. فیوم المهدی الی طیر و تسقط علی یده فینطق به قدرت الله. یه مرغ مرده میاد جلو حضرت، میفته حضرت، اشاره میکنن زنده میشد اون مرغ و به زبان فصیح شهادت میدید که امام 12 ایشونه. یعنی اون مرغ هم زنده میشه هم شهادت به امامت حضرت مهدی میده. و یغرس قضیبا فی بقعت من الارض. یه چوب خشکی رو حضرت میارن، فرو میکنن تو زمین، بلافاصله فیخزر رو و یورق، سبز میشه و برگ میده. فیقول لحال حسنی یبنعم هیلک. سید حسنی ایمان میاره، یعنی لشکر در اختیار شما و یسلم علی جیشه، لشکر خودش رو واگذار میکنه به حضرت و
یکون و علا مقدمته خودشم در جلوی اون لشکر حرکت میکنه و تسلیم حضرت مهدی میشه. این یک نشانه بسیار بزرگی است برای امامت این بزرگوار. صلوات بفرستید.